مرقس فصل نهم. او همچنین فرمود: به یقین بدانید که بعضی از کسانی که در اینجا استادند تا پادشاهی خدا را که با قدرت می آید نبینند نخواهند مرد. شش روز بعد عیسی پتروس و یعقوب و یوحنا را برداشت و آنها را با خود به کوی بلند برد. او در آنجا با این شاگردان تنها بود و در حضور آنها حیات او تغییر یافت و لباسهایش چنان سفید و درخشان شد که هیچ کس روی زمین نمی تواند لباس را آنقدر پاک بشوید. آنگاه آنها الیاس و موسی را دیدند که با عیسی مشغول گفتگو بودند. پتروس به عیسی گفت: ای استاد، چقدر خوب است که ما در اینجا هستیم. سه سایبان خواهیم ساخت، یکی برای تو، یکی برای موسی و یکی هم برای الیاس. او درست نمی دانست چی می گوید، چون بسیار ترسیده بودند. در آن وقت ابر ظاهر شد و بر آنها سایه افکند. از آن ابر ندای آمد که می گفت: این پسر عزیز من است، به او گوش دهید. آنها فوراً به چهار طرف دیدند، اما هیچ کس را ندیدند. فقط عیسی با آنان بود. وقت آنها از کوه پایین می آمدند، عیسی به ایشان امر کرد که درباره آن چی دیدند تا زمانی که پسر انسان پس از مرگ زنده نشود به کسی چیزی نگویند. آنان از این امر اطاعت کردند، ولی در بین خود درباره معنی زنده شدن پس از مرگ به بحث پرداختند. آنها از او پرسیدند: چرا ملایان میگویند که باید اول الیاس بیاید؟ عیسی جواب داد: بله، الیاس اول می آید تا همه چیز را آماده سازد. اما چرا نوشته شده است که پسر انسان باید رنج‌های بسیاری را کشیده، خوار و خفیف شود؟ به شما می گویم همان طور که درباره الیاس نوشته شده، او آمد و مردم هرچه خواستند با او کردند. وقت آنها نزد دیگر شاگردان رسیدند، جمعیت بزرگی را دیدند که دور آنها ایستادند و ملایان یهود با ایشان مباحثه می کنند. همین که جمعیت عیسی را دیدند، با تعجب فراوان دوان دوان به استقبال او رفتند و به او سلام دادند. عیسی از ایشان پرسید: درباره چه چیز با آنها بحث می کنید؟ مرد از میان جمعیت گفت: ای استاد، من پسرم را پیش تو آوردم. او گرفتار روی ناپاک شده و نمیتواند حرف بزند. در هر جا که روح به او حمله میکند، او را به زمین میاندازد، دهانش کف میکند، دندان به هم میساید و تمام بدنش خشک میشود. از شاگردان تو درخواست کردم آن را بیرون کنند، اما نتوانستند. عیسی به آنها گفت: شما چقدر بی ایمان هستید؟ تا کی باید با شما باشم و تا کی باید متحمل شما گردم؟ او را پیش من بیاورید. آنها آن پسر را پیش او آوردند. روح به محض اینکه عیسی را دید، پسر را دچار عمله سخت ساخت. پسر بر زمین افتاد و دهانش کف کرده و دست پا می زد. عیسی از پدر او پرسید: چند وقت است که این حالت برای او پیش آمده؟ پدر جواب داد: از طفلی. بسیاری اوقات این روح او را در آب و آتش می انداخت، به طوری که نزدیک بود او را تلف سازد. اما اگر برایت ممکن است به ما دلسوزی نموده، کمک کن. عیسی فرمود: اگر بتوانی ایمان بیاوری، برای کسی که ایمان دارد همه چیز ممکن است. آن پدر فوراً با صدای بلند گفت: من ایمان دارم، ولی ایمانم کم است. کمک کن و آن را زیاد گردان. وقت عیسی دید که مردم جمع می شوند، با تندی به روح ناپاک فرمود: ای روح کر و گنگ، به تو فرمان می دهم که از او بیرون بیایی و هیچ وقت به او داخل نشوی. آن روح نعره زد و پسر را به زمین زد و از او بیرون آمد
و رنگ آن پسر مانند رنگ مرده شد، به طوری که ادهی می گفتند اوهی مرده است. اما عیسی دستش را گرفت و او را بلند کرد و او سر پا استاد. عیسی به خانه رفت و شاگردانش در خلوت از او پرسیدند چرا ما نتوانستیم آن رو را بیرون کنیم؟ عیسی فرمود برای بیرون کردن این گونه ارواح وسیله جز دعا وجود ندارد. عیسی و شاگردان آن ناحیه را ترک کردند و از راه ولایت جلیل به سفر خود ادامه دادند. عیسی نمی خواست کسی بداند او کجاست، زیرا به شاگردان خود تعلیم داده می گفت که پسر انسان به دست مردم تسلیم می شود و آنان او را خواهند کشت، ولی 3 روز بعد دوباره زنده خواهد شد. اما آنها نمی فهمیدن چی می گوید و می ترسیدن از او چیز بپرسند. آنها به کپرناهم آمدند و وقت در منزل بودند، عیسی از شاگردان پرسید بین راه در باره چه چیزی مباحثه می کردید؟ آنها خاموش ماندند، چون در بین راه صحبت ایشان بر سر این بود که در میان آنها کی بزرگتر است. او نشست و 12 حواری را پیش خود خواست و به ایشان فرمود اگر کسی می خواهد اول شود، باید خود را آخرین و غلام همه سازد. سپس کودک را گرفت و او را در برابر همه قرار داد و بعد او را در آغوش گرفته فرمود هر کی یکی از این کودکان را به نام من بپذیرد، مرا پذیرفته است، و هر که مرا بپذیرد، نه تنها مرا بلکه کسی را که مرا فرستاد پذیرفته است. یوحنا عرض کرد ای استاد، ما مردی را دیدیم که ارواح ناپاک را با ذکر نام تو بیرون می کرد، اما چون از ما نبود کوشش کردیم مانع او شویم. عیسی فرمود مانع کار او نشوید، زیرا هر که با ذکر نام من معجزه‌ای بکند، نمی تواند در همان دم از من بد بگوید. چون هر که بر ضد ما نباشد با ماست. به یقین بدانید هر که به شما به خاطر اینکه پیروان مسیح هستید جام آب بدهد، به هیچ وجه بی اجر نخواهد ماند. اما هر کسی یکی از این کوچکان را که به من ایمان دارد گمراه سازد، برای او بهتر است که با سنگ آسیاب به دور گردنش به دریا انداخته شود. پس اگر دستت باعث گمراهی تو می شود، آن را ببر، زیرا بهتر است بدون دست وارد حیات شوی از این که با 2 دست به جهنم بیفتی، یعنی به آتشی که خاموشی نمیپذیرد، جایی که کرم ایشان نمیرد و آتش خاموش نشود. و اگر پایت تو را گمراه کند، آن را ببر، زیرا بهتر است که لنگ وارد حیات شوی از این که با 2 پا به جهنم انداخته شوی، جایی که کرم ایشان نمیرد و آتش خاموش نشود. و اگر چشمت را منحرف سازد، آن را بکش، زیرا بهتر است که با 1 چشم وارد پادشاهی خدا شوی از این که با 2 چشم به جهنم بیفتی، جایی که کرم ایشان نمیرد و آتش خاموش نشود. چون همه با آتش نمکین میشوند، نمک چیزی خوبی است، اما اگر مزه خود را از دست بدهد، دیگر به چه وسیله می تواند مزه خود را باز یابد؟ پس شما نیز در خود نمک داشته باشید و با 1 دیگر در صلح و صفا